ببین پدر مادر ما اصلا به ما کاری نداشتن که ما بازه میکنیم عجب. من هیچ موقع یادم نمیره خیلی مسابقات بزرگ ما داشتیم، بین المللی داشتیم. خب پدرم یادم زحمت شد، مسئول زمین و اینا. من وقتی که این جمعیتی که اونجا بودم، باور کنین جمعیت من نمیدیدم. چه مسابقاتی بود یادتون میاد؟ اون موقع مسابقات بین المللی بود. بین المللی هم جدید. بله. از اونجا شروع شدیم. دیویس پاپا اونجا بود. من فقط میگشتم ببینم این آقام کجاست. بهش میگفتیم آقا. بعد من میگشتم این وری میگشتم اون وری میگشتم. دیدم یکی اون گوشه واسطه داره نگاه میکنه. همین که من میدونم بهش میگفتم از اینجا برو. گفتم برو چون توی بازی من میخوای نگاه کنی. هم اعصاب خودت خود میشه هم اعصاب من. اینه که ردش میکردم. نه مادرم که خود اصلا کاری نمی، اون دنبال غذا آب گوشت درست کردن و نمیدونم کرد جوش درست کردن و این چیزا بود. غذای ما اونجا اون کاری نداشت، ولی خب آقام چه مسئول بود مثلا میومد یواشک یه نگاهی میکرد و اینا. این بود که همه گفتن اگر اینجا بمونه من از زمین میام بیرون. نگاش میرم شاید 30 سال هم جدی من نرفت. یعنی میدونیم وقتی که میرم اونجا دلم میگیره اصلا نمیدونم چی شده اصلا واقعا چه یاد خانوادتون میفتین یا یاد اون روزایی که بچگی خودتون؟ یاد اون روزای خوب میفتم که کاش که برمیگشتم به همون دوران مثلا توپ جمع کردن و با بچه ها بودن و با دوستان تنیس باز، دوستانی که واقعا همیشه با هم بودیم. بله. هم میرفتیم نهارا با هم میرفتیم بیرون میخوریم یا 10 نفر 15 نفر میشدیم یا عصرا که میشد گروه دیگه با هم میرفتیم بستنی میخوردیم. یعنی همش با همش خاطر است. بله. یعنی خاطره نیست که، و اینه که واقعا وقتی میرم اونجا شاید اصلا یه بغضم بگیر اینا، چون اونجا بزرگ شدم اصلا. بله. توی اتاق 12 متری هم به دنیا آمدم، توی بیمارستان هم نبودم، خود هم اتاق زایمان همونجا بود. بازیکنی بود که خیلی دوست داشته باشین حتما شکستش بریم؟ دنبال این بودین که هر جور شده من باید این شکستش بدم؟ یه جورایی تعصب داشتی؟ خارجی یا داخلی؟ خارجی داخلی فرق نداره هر کدومش. تو هم داخلی میخوام بپرسم هم خارجی. یعنی لحاظ داخلی که من خیالم راحت بود، هیچ مشکلی نداشتم. لحاظ خارجی که خب من گفتم یکی از بازیکنایی که واقعا دوست داشتم شکستش بدم همین ایلیناستاس بود که قهرمان جهان بود، که بعدش بودن مثلا چند تا بازیکنای اونایی که خواستم، مثلا موکورجی مال هندوستان بود که مثلا آرزو داشتم آسیایی بود شکستش بدم که دادم. نمیدونم به بازیکنایی که فلیچر استرالیایی بود که نفر چهارم یا پنجم دنیا بود که کاپ بین‌المللی تو ایران بازی کرد که اونو زدم. اون کسایی که میخواستم بزنم زدم. اون موقع یه جایزه گذاشته بودن 100,000 تومان، خیلی پول بود 100,000 تومان، که نفر اول 15,000 تومان جایزش بود، نفر دوم مثلا 7 تومان بود دیگه، بقیه ها مثلا 2 تومان و 3 تومان. که منم دیگه با عزتمون 15,000 تومانی که بردیم آمدم رفتم یه ماشین پیکان آلبولی رنگ خریدم. حالا رانندگی هم که بلد نبودیم. بعد بیام ازاد یه دوستی داشتم آقای ایداری، گفتیم بوده بریم کارخونه یه ماشین رو تحویل بگیریم و گفته که بلد نیستی چرا ماشین میخریم. خلاصه ما رفتیم با بابا 15 تومن ماشین خریدیم و آوردیم دیگه گذاشتیم دمه در امجادیه و غروب بود دیگه بازمونه کرده بودیم. میخواستیم گفتیم حالا ما میخواییم بریم چجوری بریم دیگه یه چی ما هم اینو گفت من میرسونم دیگه. ما رو گفت خونمون که نظام آباد بود دیگه گذاشت اونجا. ما اونجا یه پوزی دادیم دیگه، ماشین خریدیم دیگه. دیگه ما موقع ما به مادر رو میگه ننه دیگه ماشین خریدیم، آقا ماشین خریدیم، یه سوار ماشین میشه من میخوام شما رو ببرم ببرم دیگه گردیم. خلاصه با یه ترس و لرز رفت دور زدیم و دیگه بالاخره یاد گرفتیم دیگه. قدیم ها
سینما که میره، من اهل سینما اینا نیستم، شاید تو عمرم 5 دفعه هم بیشتر سینما نرفتم. سینما مولان روش گفتم ما هم که امر دیگه سینما مولان روش گفتم تازه که خونه ما بود دیگه که ما رفتیم، نمیدونم چه فیلمی بود یادم نمیاد، اینا رفتیم نشستیم از اینجا یه فیلم مثلا آگهی پخش میکرد دیگه، مال وسط آگهی که تموم میشد یه و مثلا چیز ورزشی رو هم نشون میدن، من یه دیدم بازی منه، بازی منه دارم، نمیدونم بازی خارجی هم بود با کی داشتم بازی میکردم، نگاه کردم این بازی من، خب یه حالی کردم کیفی کردم و اینا، اون آقایی که بغل دست من نشسته بود اینا خب ردیفی بودیم دیگه، حالا من نمیدونم چی جوری شد من آمدم جلوی نه جلوی تو، این طرف یه دونه لاب داد توپ هوایی داد، خب من جوان میدونم من پرش کردم پرش کردم یه اسمش زدم، این یه طرفی که پیش من نشست بود یهو گفت عجب فلان فلان شده چه توپی زد، حالا نمیخوام کلمشو بگم اینا عجب این یه چیزایی گفت، خب گفتم آقا خواهش میکنم خود رعایت بکنید، خب به شما چه مربوطه؟ گفتم خب به من مربوطه، گفتم حالا این فوشایی که داری میده من بغل دست دادم گرفتم نشستم اینا، آقا دیگه این انقدر عذرخواهی کرد، این انقدر عذرخواهی کرد، گفتم جایت خب گفتم تشویق ایرانی دیگه، تشویق ایرانی کردم آره، من خودم از خنده رو دوباره شدم، بعد گفت بلند شو ببینم چه جوری قدت، گفت آره مثل خودتی خودت، گفتم آره خب من که شوخی ندارم مثل خودت، خیلی اینم خاطره خوبی بود اینا. شما آدم ورزشی که بودین درست، اهل سیاست هم بودین یا نه؟ اصلا دوره بره کسی راجع به سیاست صحبت میکنه میگه مرسی خدا چرا؟ این خودتون خواستین یا نه نصیحت پدرتون بوده؟ نه خودم اصلا خوشم نمیاد، میدونین اصلا دوست ندارم، من یکی راجع به تنیس بشکنه صحبت کنه، راجع به بازیکن صحبت کنه، راجع به چیزهای ورزشی صحبت کنه، آهل لذت میده، وقتی که اگر راجع به این چیز باشه میگم مرسی خدا بسید چی کار داریم؟ ما که تا کلاس شیشون خوندیم یه دیگه سیاست مدار، سیاست مدار نمیتونه باشه چه سیاستی؟ اصلا سیاست کلمهش یعنی چی؟ به معنی سیاست نمیدونم چی؟ الان جوانه رو ببینه اینجوری رو میده دستش تو جیبشه، نمیدونم بزرگتر از خودش میبینه، نه احترامی نه چیزی، نه بهمون یاد دادن یا رفتن خارج سه ماه، بله. که ما رفتیم امریکا بابا ما با 14 سال بچه، بله. بودیم دیگه، کسی که زیر کرسی میشینه کله جوش میخوره و نمیدونم آب گوش میخوره دیگه روی میز غذا خوردن خب باید یاد بگیره، بله. ما یک ماه رو بردن اینجا، بردن مرتب میبردن رستوران میبردن میگفتن اینجا بگیر بشین، بعد اینجوری بشینی، بعد اینجوری چنگال رو برداری، اینجوری کارت رو برداری، غذا میخوری باید دهنت باز نکنه، نمیدونم چیزی میخوای دستت دراز نکنه، کلاس آموزش به ما میدادن که چجوری ما داریم میریم امریکا یاد بگیریم جلوی اونا بگیم بابا ما هم خود فرهنگمون بلدیم، بهمون یاد میدادن بهمون میگفتن، من الان بچه میاد سلام بهش میکنم جواب نمیده، اصلا این کار نمیده، این چیزا به آدم رو هرس میده، اصلا دیگه الان شما 76 سالتونه، آرزوتون تو این سنه 76 سالگی چیه؟ حالا من به تمام آرزوهام رسیدم، آرزوی من اینه که تا موقعی که هستم ببینم که تنیس ما که واقعا عاشق تنیس هستم به اون جایی که میخواد برسه من لذت ببرم از اون تنیس، بتونم مثلا خودی از خود نشون بدم، 4 تا مسابقه بازی کردن و برد و باخت اینا نه، اگر در سطح جهانی بخوایم حساب کنیم که خیلی سخته، حتی در سطح آسیاش هم که اگه بخوایم حساب کنیم سخت، من آرزوم اینه که واقعا تنیس ما روز به روز بره جلو، این آرزوی من، آرزوی من اینه که
سلامت باشن، خوب باشن، مواظب خودشون باشن. فقط اگر بازی میکنن، تنیس بازی میکنن، برای خودشون بازی کنن، نه برای تماشاچی ها بازی کنن، نه برای پدر مادرشون بازی کنن. تنیس فقط برای خودشون و به عشق خودشون بازی کنن، اون موقع موفق میشن.